مزدک از شخصیت‌های مهم و تأثیرگذار در روایت‌های ایرانی و شاهنامه است، اما چون مورخین رومی و ارمنی اسم مزدک رو گزارش نکردند، باعث شده امروزه بعضی‌ها به وجود شک کنن و اونو ساخته و پرداخته ایرانیان و خسرو انوشیروان بدونن و یه جورای ایرانی‌ها رو دروغگو و فریبکار جلوه بدن. توی این ویدیو می‌خوایم به شما نشون بدیم مزدک با یکی از شخصیت‌های واقعی زمان قباد که در گزارش‌های رومی و ارمنی هست تطبیق پیدا می‌کنه و ببینید چقدر جالبه که این داستان واقعی در شاهنامه گزارش شده. حتما تا پایان این ویدیو با من همراه باشین، چون برای اولین بار است که این تطبیق در مورد مزدک داره به شما ارائه میشه. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. به قسمت 62 از شاهنامه به نثر و بررسی دوران ساسانی خوش اومدین. و همونطور که میدونید توی این ویدیوها ما تاریخ دوران ساسانی رو بر پایه اسناد ایرانی مخصوصا شاهنامه داریم برای شما بررسی میکنیم و خب رسیدیم به دوران قباد و مزدک. و خب در مورد مزدک ما یک ویدیو ساختیم و اونجا توضیحات مفصلی دادیم و در ابتدای ویدیو هم گفتم که امروزه کار به جایی رسیده که بعضیا اصلا میان میگن که مزدک ساخته و پرداخته ایرانی‌ها و در دوره خسرو انوشیروان هست، برای اینکه حالا یه سری مسائل اینا لاپوشونی کنن و یک سری حرکات رو بزنن، اومدن اینطوری جلوه دادن که یک شخصیتی ساختن به نام مزدک و اونو متهم کردن حالا به یک سری مسائل مثل اون داستان ازدواج و اشتراک زنان و یک سری از این مسائل که یک سری اتفاقات رو اینطوری بتونن پوشش بدن. در این مورد میتونید خودتون جستجو کنید، یک سری مقالات هست در مورد مزدک که اومدن این حرفا رو زدن، یا یک ویدیو هست که فکر می‌کنم BBC کار کرده، آقای تورج دریایی و خداداد رضاخانی هستن که اونجا حتی اصلا این بحث مطرح میشه که مزدک کاملا ساختگیه. بعضیا میگن نه 50-50 و حالا میتونید خودتون سرچ کنید اینها. اما تو این ویدیو میخوایم به شما نشون بدیم که اینطور نیست، اتفاقا گزارش ایرانی گزارش حقیقی هست و اینکه مزدک در دنیای واقعی با چه شخصیتی تطبیق پیدا میکنه و اتفاقا مورخین رومی هم گزارشش کردن و خیلی هم جالب هست. حالا بفهمید که کدوم شخصیت هستش براتون جالب تر هم خواهد بود. قبلا همین نسبت ها رو داده بودم به فردوسی و خب در مورد مانی ما گفتیم که فردوسی تنها منبعی هستش که مانی پیامبر رو در یک دوره دیگه گزارش کرده و در ابتدای امرم خود ما اینطور فکر کردیم که فردوسی اینجا دچار خطا شده، اما با پژوهش‌های بعدی به این نتیجه رسیدیم که نه، اینطور نیست و در مورد این خطای ظاهری فردوسی یک ویدیو جدایی خواهیم گرفت و بهتون میگیم که مانی هم اتفاقا اینجا فردوسی خیلی دچار اشتباه نشده و یک گزارش جالبی هست، یک قضیه پنهان مونده از دید تاریخ و فردوسی داره به اون اشاره می‌کنه و برای همین هستش که فردوسی مانی رو در دوره شاپور دوم گزارش میده نه شاپور اول. حالا یک ویدیو جداگانه است بهش میپردازیم. برای اینکه بفهمیم مزدک با چه شخصیتی تطبیق پیدا میکنه و چه کسی هستش در عالم واقع یا به عبارتی در گزارش رومی ها، باید به مسئله جانشینی قباد بپردازیم، چون فهم این که مزدک چه کسیه مرتبط میشه با مسئله جانشینی قباد. خب چند تا ویدیو ما قبلا منتشر کردیم، یک ویدیو که کامل در مورد مزدک و اون داستان هایی که در دوره قباد داره منتشر کردیم، کامل توضیح دادیم. بعدش جنگ قباد با رومی ها رو منتشر کردیم و اونجا هم کامل این جنگ ها رو توضیح دادیم و بعدش هم دوران صلح قباد رو براتون توضیح دادیم که چه اتفاقات میفته. این سه قسمت پیش زمینه ای بود برای این قسمت و اگر اونها رو ندیدید میتونید بعدا رجوع کنید ببینید، چون کمک میکنه به فهم بهتر قضیه و اگر دیدید که چه بهتر. خب بریم بررسی کنیم ببینیم مسئله جانشینی قباد چیه و چجوری ارتباط پیدا میکنه به تطبیق مزدک. خب قباد یه دوره گفتیم میفته در زندان، بزرگان علیه شورش میکنن، افرادی کمک میکنن از این زندان فرار کنه، پناه میبره به هپتالیا، با لشکر هپتالی برمیگرده و تاج و تخت خودش رو پس میگیره. در این دوره قباد تقریبا باید 52 ساله باشه و تا 30 سال هم سلطنت میکنه و در 82 سالگی از دنیا میره. پس این وقایعی که ما در این چند قسمت برای شما منتشر کردیم از دوره 52 سالگی تا 82 سالگی قباد رو در بر میگیره. قباد که برمیگرده و به تخت میشینه، همزمان هم ماجرای مزدک و اون خوشسالی پیش میاد و هم شروع میکنه به درگیری با رومی ها و جنگش با رومی ها رو داریم. همزمانی که داره با رومی ها جنگ میکنه، مزدک بهش نزدیک میشه، باهاش ارتباط خوبی میگیره. اون داستانه که مزدک میاد و پیشنهاد اشتراک زنان و اموال و اینها رو میده رو مطرح میکنه و قباد میپذیره و رشد زیاد مزدکی ها رو هم در این دوره داریم. بعد از اون دورانی که حالا جنگ با رومی ها خاتمه پیدا میکنه و دوران صلح پیش میاد و با رومی ها یک قرارداد صلح 7 ساله رو میبنده، ما اینجا شاهد این هستیم که قباد کم کم داره از مزدک و افکار مزدکی ها فاصله میگیره و بینشون داره یه شکاف هایی میفته. خب از اون
اون طرف باید در نظر داشته باشیم که در این اتفاقاتی که داره میفته و در گذر این سالها یکی از شخصیت‌های مهم اون دوران، یعنی فرزند اول قباد کاووس، گرایش پیدا می‌کنه مزدکی‌ها و به دین اونها در میاد و عملاً مزدکی میشه، یا به عبارتی همون مانوی تغییر یافته که میشه مزدکی. و اطرافیان کاووس هم به شدت علاقه پیدا میکنن به همین مزدکی و گرایش پیدا میکنن به اون، و دوروبر کاووس فرزند اول قباد پر میشه از مزدکی و مزدکیان. خب حالا قباد میرسه تقریبا به سن 70 سالگی، یعنی هولوش 520 میلادی هستیم، و میخواد برای خودش جانشین انتخاب کنه. حالا چرا میخواد جانشین انتخاب کنه؟ ما اگه روند گذشته ساسانی رو پیگیری کرده باشید، قباد از دوره پیروز پدرش رو به یاد داره که پیروز مجبور شد که با برادرش جنگ خانگی کنه تا بتونه پادشاهی رو به دست بیاره، و از اونور خود قباد هم همچین داستانی براش پیش میاد، بعدش یه جنگ خانگی کنه، بعد بزرگان خودش رو به زیر میکشن، اون رو به یاد داره. از طرفی گذشتگان هم این داستان ها براشون به وجود اومده، مثل مهنرسر رو دیده، داستان سخرا رو دیده که بزرگان میتونن چه قدرت بگیرن و شاهنشاه رو بازیچه خودشون بکنن. خب قباد میخواد که یه همچین اتفاقاتی نیفته، نه جنگ داخلی رخ بده و نه اینکه بزرگان بتونن اینقدر قدرت پیدا کنن که شاهنشاه رو بازیچه خودشون کنن. پس باید در دوره‌ای که هنوز زنده است جانشین خودش رو انتخاب کنه، تعهد بگیره از بقیه که بعد از مرگش یه همچین شخصی جانشین خودش بشه تا این اتفاقات نیفته. در دوران گذشته مثلا دوره پیروز میبینیم که چون پیروز انتخاب نکرده بود هنوز جانشین خودش رو و یک بار هم در جنگ کشته میشه، چه فجایعی به بار میاد و کاملا براتون توضیح دادم. پس این درایت قباد رو میرسونه و شخصیت واقعا بی‌نظیری داره قباد. حالا هرچی بریم جلوتر این شخصیت بی‌نظیرش بیشتر نمود پیدا میکنه و درایتش فوق‌العاده است، یعنی شخصیت بسیار دلنشینی داره و جانشینش یعنی خسرو انوشیروان هم از اون دلنشین‌تره. خب قباد میاد پس دنبال اینه که جانشین انتخاب کنه. از اون طرف گفتیم که یک شکافی افتاده بین قباد و مزدکی‌ها، و کاووس که فرزند اول قباد هست و طبق قوانین ایران فرزند اول باید جانشین بشه، هم به دین مزدکی در اومده و اینجا اختلافی پیدا میشه بین قباد و فرزند اولش یعنی کاووس، و عملاً قباد علاقه نداره که جانشینش کاووس بشه. از طرفی طبق گزارش و فرزند دومش جم یا جمشید هم دچار نقصان در ظاهرش هست، یه معلولیتی داره، ظاهراً یکی از چشماش مشکل داره و طبق قانون ایرانی ها شاهنشاه باید بدنش تماما سالم باشه، پس بنابراین جم هم نمیتونه جانشین بشه. میریم سراغ فرزند سوم خسرو، یا به قول عرب ها کسرا، که بعدا معروف میشه به انوشیروان. این شخص در طول این چند سال فاصلش با قباد خیلی نزدیک و نزدیکتر میشه، قباد به شدت بهش دل میبنده و تصمیم نهاییش این میشه که خسرو رو جانشین خودش کنه. حالا این یک سری موزل هایی رو پدید میاره که میخوایم به اون بپردازیم و سه تا گزارش داریم، تئوفانس، مالالاس و پروکوپیوس، که این سه گزارش رو اگر بررسی کنیم میرسیم به تطبیق مزدک با یک شخصیت تاریخی که اینا برای ما گزارش کرد. خب تئوفانس گزارشش چیه؟ تئوفانس میاد میگه که قباد که این مقدار سال خورده میشه، این مانوی ها چون تو در گزارش های رومی مزدکی نداریم، اینا رو مانوی گزارش کردن که مفصلا توضیح دادیم که در حقیقت هم اینا مانوی هستن، مانوی تغییر یافتن. تئوفانس میاد میگه که خب کاووس فرزند آقای قباد که اسمش اونجا فتاسوارسان میاره که میگم تغییر یافته چی هستش، میان دور بر این جمع میشن و میگن که پدرت احتمالاً به زودی از دنیا میره و ما به قباد فشار میاریم که در همین سالخوردگی کنارگیری کنه و تو رو به عنوان پادشاه انتخاب کنه، و اگر قباد بمیره و تو رو انتخاب نکرده باشه به احتمال زیاد موبدان کسی غیر از تو رو انتخاب میکنه، و کاووس هم با اینا همپیمان میشه، عهد میبنده، و در نتیجه این خبرها میرسه به گوش قباد. قباد هم در این زمان فاصله گرفته با اینها، باهاشون اختلاف عقیده داره و به شدت عصبانی میشه و دستور میده که من میخوام کاووس رو به عنوان جانشین انتخاب کنم، پس همتون بیاید به پایتخت. و اینطوری کاووس و طرفدارانش یعنی مانوی ها یا هم مزدکی ها میان پایتخت، و اون شخصی که رئیس مزدکی هاست در این دوره تئوفانس اسمش رو اندرزگر میگه، و ایندرزر آوردن یا هم اندرزگر اصطلاحاً، که اینا مرتبط هست با همون مزدک. اینها رو در پایتخت میاره، یعنی داره فریبشون میده. اونجا اینا میان و فکر میکنن که دیگه الان قرار کاووس به عنوان جانشین انتخاب بشه، ولی قباد اینا رو فریب میده و اونجا دستور اعدام همشون رو صادر میکنه. این گزارشی هستش که تئوفانس داره میگه. حالا کاووس رو چرا اسمش گفته فتاسوارسان؟ این اسم در اصل تغییر یافته لقب کاووس هست. در دوره قباد کاووس به عنوان مرزبان یا به عنوان فرمانده ناحیه پدشخارگر یا همون تبرستان انتخاب میشه. خب پدشخارگر در اصطلاح قدیمی ترش پادشوارا هست، و فتاسوارسان در
از همون پاتشوارا هست که تغییر یافته و در گزارش توفانس اینطوری اومده، یعنی در اصل لقب کاووس رو آورده. خب یه نتیجه گیری جالب میتونیم این بکنیم. کاووس فرزند اول قباد، مرزبان ناحیه پدشخارگر هستش که اونجا گذاشته میشه برای اینکه با اون هپتالیایی که حمله میکنن بجنگه و مقابله کنه. و از طرفی هم گفتیم که خود کاووس گرایش پیدا کرده به مزدکی‌ها و دور و برش هم پر هستن از این مزدکی‌ها. و از طرف دیگه میدونیم که این ناحیه پدشخارگر تحت حکومت خاندان مهران هست که در ویدیویی که مخصوص خاندان مهران بود کاملا توضیح دادم، گفتم شهر آمل رو میسازن، اون نواحی حاکمیت دارن و دوباره اینجا اهمیت خاندان مهران رو در تاریخ میبینیم، حالا جلوتر هم توضیح خواهم داد. پس کاووس یا همون پدشخارگر شاه مرتبط میشه با اون ناحیه و مزدکی‌ها در اونجا بیشترین اجتماع رو دارن، پیوستن به دین مزدکی و در نتیجه خاندان مهران هم گرایش زیادی به این دین مزدکی داره. مالالاس یک مقدار این گزارش رو کوتاه‌تر آورده و میگه که قباد از قدرتگیری مجدد این مزدکی‌ها به شدت خشمگین میشه و اونا رو به همراه رئیسشون آقای اندرزگر جمع میکنه یه جا و اعدامشون میکنه. این هم همپوشانی داره با اون گزارش توفانس. اما بریم سراغ گزارش پروکوپیوس. خیلی گزارش مهمیه و شخصی هم هستش که به شدت نزدیک است به این دوره و پروکوپیوس در اصل مشاور یکی از فرماندهان رومی هستش که داره با قباد و پسرش انوشیروان نبرد میکنه، یعنی کسی است که در جنگ ها هم حضور داشته و خیلی از وقایع رو از نزدیک دیده، برای همین گزارشش خیلی مهمه و یک گزارش خاص هست. ما طبق گزارش پروکوپیوس اینطوری داریم. خب تو قسمت قبلی گفتم که در اون دوران صلحی که قباد داره، رومی ها دارن یک مقداری انگولک میکنن ایرانی ها رو و آناستاسیوس که پادشاه روم هست علارغم اون تعهد صلحی که داره، داره در نزدیکی مرزهای ایران شروع میکنه دژهای مستحکمی رو بنا کردن. قباد اما با اینکه بسیار خشمگین میشه جنگ با رومی ها رو آغاز نمیکنه و این از شخصیت قباد خیلی بعیده. قباد شخصیتی داره که اصلا اهل مسامحه نیست توی این مسائل امنیت ایران. خب پس چرا داره اینجا کوتاه میاد و درگیر نمیشه با آناستاسیوس؟ چون اینجا یک ایده به ذهنش رسیده و میخواد اون ایده رو پیاده کنه. در همین دوران هستش که آناستاسیوس از دنیا میره و این آخرین پادشاه خاندان لئونید حساب میشه، حالا توضیح دادم قبلا در موردش، و شخصی به نام جوستین پادشاه روم میشه. قباد الان 70 ساله است، تقریبا هولوش سال 520 میلادی هستیم و ایده که به ذهنش رسیده اینه که بیاد خسرو که دوست داره جانشین خودش بشه رو به پادشاه روم پیشنهاد بده که اینو به عنوان فرزند خوانده قبول کنه که بعد از مرگ قباد با حمایت پادشاه روم خسرو بتونه به عنوان پادشاه در ایران حاکم بشه. خب این یک اتفاقی بوده که میافتاده بارها در بین ایران و روم. قبلا هم در دوره یزگرد پادشاه روم همین کارو میکنه، فرزندشو میفرسته تحت حمایت یزگرد قرار میگیره و پادشاه میشه بعد از مرگ پدرش، و در دوره خسرو پرویز هم همچین چیزی داریم. پس میاد همچین پیشنهادی میخواد قباد بده و بگه خسرو رو به عنوان فرزند خوانده قبول کن که حمایت نظامی رو از طرف روم داشته باشه تا بزرگان نتونن به همین راحتی بزنن زیر این قرارداد. در اون گفتگوهای اولیه و نامه‌نگاری‌های اولیه جوستین و برادرزاده جوستینین خیلی استقبال میکنن از این اتفاق، چون دنبال درگیری هم با ایرانی‌ها نیستن. اما یک مشاوری داره پروکلس، این میاد و بهش میگه که تو اگر این فرزند خواندگی رو قبول کنی ممکنه که خسرو بعدم چون به عنوان فرزند خوانده تو هست بیاد و ادعا کنه که تاج و تخت روم هم مال منه، و یه جورایی نظر جوستین رو برمیگردونه و اینا میان به این نتیجه میرسن خب بیام یه جور دیگه پیشنهاد بدیم به قباد که اینو به عنوان فرزند خوانده قبول میکنیم، اما نه به شیوه رومی بلکه به شیوه بربرها، که دقیقاً مشخص نیست حالا چیه این شیوه، ولی بعضی اومدن احتمال دادن که تعهد این شیوه کمتر از اون شیوه ای بوده که رومی ها انجام میدادن. خب بین دو طرف قرار میشه نمایندگانی برن در مرز در حوالی فرات و اونجا دیدار کنن و پیمان نهایی رو ببندن. از طرف ایران طبق گزارش پروکوپیوس، سیاوش که قبلا در موردش توضیح دادیم به همراه محبود که از بزرگان خاندان سورن هست فرستاده میشن. از طرف روم که میاد هیپاتوس و روفینوس، و هیپاتوس رو تو اون داستان نبرد قباد با رومی ها کامل توضیح دادیم، همون کسی هستش که توسط سپاه قباد یه شبیخونی میخوره و سپاهش کاملا تارومار میشه و این فقط میتونه به همراه یکی دیگه فرار کنه. خسرو هم میاد و در نزدیکی شهر نسیبین مستقر میشه تا اگر پیمان بسته شد به روم بره، اونجا تحت حمایه باشه تا زمانی که پدرش از دنیا رفت برگرده و تاج و تخت رو بگیره. خب گفتگوها شروع میشه بین بزرگان ایران و روم. اینجا بحث جانشینی مطرح میشه و بهشون میگن، و در این بین سیاوش میاد یک بحث رو مطرح میکنه و میگه منطقه لازیکا یا لازها یا لزها که در نواحی گرجستان هست اونجا باید تحویل ایران بشه. اینجا رومی ها به شدت عصبانی میشن و میگن اصلا این حرف رو نباید پیش
میکشید، این جزء قرارداد نبود. اما سیاوش کوتاه نمیاد، میگه طبق این صلحی که میخوایم بکنیم اون منطقه باید جزء ایران بشه. و بحث خسرو پیش میاد که فرزند خواندگیش، و رومی ها اینجا میگن که طبق اون چیزی که امپراتور به ما گفته، ما میتونیم به شیوه بربرها خسرو رو به عنوان فرزند خوانده قبول کنیم، که در اینجا ایرانی ها به شدت عصبانی میشن. بحث و جدلی بینشون اتفاق میفته و خلاصه این که تمام این اتفاقا بی نتیجه میمونه و دو طرف برمیگردن بدون هیچ نتیجه ای به ایران. اما یک اتفاق میفته، دو طرف که برمیگردن درگیری هایی پیش میاد. از اون طرف هیپاتوس و روفینوس که برمیگردن، روفینوس میره به جوستین میگه که هیپاتوس در این بین یک روابط مخفیانه ای داشته با سیاوش و یه جورایی یک سری حرفای رد و بدل شده که نذاره این قرارداد صلح بسته بشه. جوستین مشکوک میشه، خود هیپاتوس رو رتبهش رو کاهش میده و اون رتبه بالایی که داشته رو، بعضی اطرافیانش رو شکنجه میکنه تا ببینه حقیقت چی بوده. از این سمت هم در ایران اتفاق موازی این میفته و مهبد که از بزرگان خاندان سورن هست میاد به قباد میگه که سیاوش عمدن برای اینکه این صلح اتفاق نیفته مسئله لازیکا رو پیش کشیده و یک روابط مخفیانه ای هم با هیپاتوس داشته و اینا شبانه با هم ترددهایی داشتن و با هم مخفیانه حرف میزدن. این اتفاق قباد رو به شدت عصبانی میکنه و دستور میده که برای سیاوش یک دادگاهی در نظر بگیرن و بزرگان میان دادگاهی رو برای سیاوش تشکیل میدن و در این دادگاه سیاوش متهم میشه به چند تا مسئله. یکی پایبند نبودن به آیین ایرانی و پرستش ایزدان تازه، و یکی هم این که خاکسپاری همسرش به شیوه غیر ایرانی، یعنی اون شیوه که معمول نبوده. و خلاصه چند تا اتهامی میبندن به سیاوش، و با اینکه طبق گزارش پروکوپیوس قباد عملا تمایلی به این اتفاق نداشته و سیاوش رو دوست داشته، چون سیاوش طبق گزارش پروکوپیوس کسی هستش که کمک میکنه از زندان فرار کنه، میاد در کنارش، مقام ارتشداران سالار رو داره و شخصیت بزرگی است، اما برای اینکه قانون ایرانیان رو زیر پا نذاره رأی دادگاه رو میپذیره و سیاوش اعدام میشه. خب این سه تا گزارش بود از تئوفانس، مالالاس و آقای پروکوپیوس. حالا بریم سراغ، حالا گزارش‌ها رو دیدیم، بریم سراغ تطبیق و فکر می‌کنم دیگه تقریبا متوجه شدید میخوام چه تطبیقی بدم و مزدک چه کسی هستش. خب داستان تطبیق اینه، با توجه به این چیز هایی که ما خوندیم و متوجه شدیم، شخصیتی که در شاهنامه به عنوان مزدک میشناسیم در گزارش رومی باید همون سیاوش باشه که آقای پروکوپیوس داره برای ما نقل میکنه. اما موارد رو یک بار دیگه با هم مرور کنیم ببینیم که چیا با هم تطبیق داره. خب از نظر زمانی اگر بررسی کنیم، ورود سیاوش به داستان قباد و ورود مزدک به داستان قباد در گزارش رومی و گزارش شاهنامه با هم یکیه. شما سیاوش رو کی داری؟ سیاوش طبق داستان پروکوپیوس زمانی که قباد به زندان میفته، سیاوش میاد جز کسایی هستش که کمک میکنه قباد از زندان فرار کنه و دوباره به تخت بشینه. بعد از اینکه به تخت میشینه، سیاوش میشه یکی از بزرگان ایران و ارتشداران سالار و مشاور شخصی قباد. این گزارش آقای پروکوپیوس. از این سمت در شاهنامه چی داریم؟ قباد که زرمهر کمکش میکنه به همراه 6 7 نفر دیگه که اسمشون نیومده، کمک میکنه از زندان فرار کنه. وقتی که برمیگرده، مزدک میاد اونجا و میشه مشاور قباد. و بیت شاهنامه چی میگه؟ میگه به نزد جهاندار دستور گشت، نگهبان آن گنج و گنجور گشت. یعنی مزدک میاد میشه مقام دستوری و گنج و گنجوری پیدا میکنه که احتمالاً با اون لقب اندرزگر هم نزدیک هست این قضیه. پس هر دوی اینها در زمانی که قباد برای بار دوم به تخت میشینه میان و در کنار قباد قرار میگیرن و مقام بالایی هم پیدا میکنه. پس مزدک یه هویی نبوده که از صفر برسه به یه جایی، پس خودش جزء مقامات بوده، شخصیت جزء تقریبا میشه گفت عبارتی از نفراتی بوده که جزء خاندان‌های مهم بودن. حالا ماجرای بعدی چیه؟ تو شاهنامه ماجرای خوش‌سالی رو داریم که مزدک داره در اون دوره خوش‌سالی تقریبا مدیریت میکنه و به قباد میگه چیکار کن چیکار نکن. از اون سمت ما آقای اوتیخیوس رو داریم که گزارش خوش‌سالی رو در سال 10 قباد داده که با گزارش شاهنامه گزارش‌های اوتیخیوس برای خوش‌سالی سینک میشه. سیاوش هم می‌دونیم جزء نفرات اوله و میتونه مشاوره بده. در همین زمان هستش که مزدک به خاطر نزدیکیش به قباد اون داستان عقیدهش رو اعلام میکنه، اشتراک زنان و اشتراک اموال، که در اصل عقیده خودش نیست، عقیده بندوس بوده که قبلا توضیح دادیم، و یه دفعه طرفدارای زیادی پیدا میکنه. اینکه طرفدارای زیادی پیدا میکنه رو جلوتر میگم چرا یهو طرفدار زیادی پیدا میکنه. دلیلش خیلی ارتباط پیدا میکنه با اون وقایعی که توضیح دادم و بی دلیل با بزرگ بودن این شخصیت نیست. و در شاهنامه میبینیم در همین زمان ماجرای درگیری مزدک رو داریم با خسرو. خسرو به دین اینا در نمیاد و مزدک با خسرو درگیر میشه، اون داستان منازع
مناظره ها پیش میاد. در همین داستان آقای پروکوپیوس هم میبینیم که پروکوپیوس در اصل داره سنگ اندازی میکنه در مسئله جانشینی خسرو و دوست نداره خسرو جانشین قباد بشه و اون ماجرایی که فرستاده میشن برای اون مذاکره با رومی ها رو میبینید سیاوشه که داره به هم میزنه و تمایل داره ظاهرا کاووس به عنوان جانشین انتخاب بشه. از طرف ما میدونیم در اون دادگاهی که برای سیاوش برگزار میشه همه بزرگان جمع هستن، طبق گزارش آقای پروکوپیوس و مالالاس و توفانس، مثلا بازانس رو ما داریم که اسقف مسیحیان است، حتی اینم توی اون دادگاه اومده و داره علیه سیاوش فعالیت میکنه، گلوزانس رو داریم که از موبدان موبد هست، محبود رو داریم و اینها. در شاهنامه در اون دادگاه ها چی داریم، چه کسایی هستن؟ زرمه رو داریم، قراد رو داریم، مهرازه رو داریم و یه بیتی رو میاره اینجا در شاهنامه، اون جالب میگه چو راه فریدون شود نادرست، عزیر و مسیحا و هم زند و اوست. تو اون دادگاهی که داره برای مزدک خسرو حرف میزنه در مورد مسیحیا و عزیر و اینا هم صحبت میکنه که نشون میده اون اسقف مسیحیا و اینا هم در اونجا حضور دارن و داره نظر اونها رو جلب میکنه برای مقابله با مزدک. از طرف دیگه چی داریم؟ ما در شاهنامه در این دوره فقط برای مزدک داریم که دادگاه تشکیل میشه در همون زمان و درگیر هست با خسرو به خاطر درگیری جانشینی خسرو، یک دادگاهی براش تشکیل میشه و اعدام میشه. در گزارش موازی ما تنها شخصی که در گزارش آی پروکوپیوس داریم که دادگاه براش تشکیل میشه همین سیاوشه و اونم به چه دلیل؟ دوباره سر جانشینی قباد و اون اخلالی که ایجاد میکنه در جانشینی خسرو و سر همین هستش که اون دادگاه رو براش تشکیل میدن و این آقا اعدام میشه. پس این ور ما یک اعدام داریم در گزارش های ایرانی که برای مزدک سر مسئله جانشینی خسرو، این ور در گزارش رومی یک اعدام داریم و یک دادگاهی داریم که سر جانشینی قباد و خسرو هستش و برای سیاوش هست. از این سمت ما اصلا شخصیتی به نام سیاوش برای گزارشات ایرانی نداریم و از این سمت هم در این گزارش ها شخصیتی به نام مزدک رو نداریم و زمانشون رو هم کاملا دیدیم سینک شدن. از اون زمان به تخت نشینی مجدد قباد اینا هستن، میان مشاور میشن تا اعدام میشن و دادگاهی میشن. حالا چرا سیاوش یا مزدک به یک باره یک جمعیت زیادی طرفدار پیدا میکنه؟ و یک تطبیق جالب دیگه اینجا ما داریم. ما اون داستان چهار سپهبد رو میدونیم که در دوره ایران بوده و سپهبدان بزرگی بودن، هرچند به دوران انوشیروان نسبت میدن اما این چهار سپهبد شدن ایران قبلتر از این هست. در دوره انوشیروان یک سری اصلاحات مجددی اتفاق میفته. خب این چهار سپهبد و چهار بزرگ رو ما گزارشش رو در دوره قباد داریم. خاندان مهران، سورن، کارن و خاندان اسپهبد خاندانهای مهم این دوره هستن و نفراتشون رو هم میشناسیم. خاندان سورن بزرگش در این دوره محبود هست که گفتم. خاندان کارن بزرگش سوخرا بود که توضیح دادیم چجوری به زیر کشیده شد و فرزندش زرمهر جانشینش میشه که در تمام این دوره قباد هست و در دوره انوشیروان هم هست. خاندان اسپهبد رو داریم که شخصی به نام بویه رئیس این خاندان هست و در دوره قباد هم گزارش شده. اما بریم سراغ خاندان مهران. خاندان مهران گفتیم که قباد از این خاندان کمک میگیره برای به زیر کشیدن شخصیت بزرگی به نام سخرا. و چه کسی بود؟ گفتیم بزرگ این خاندان شاپوره. بعد از اینکه شاپور این شخصیت بزرگ رو به زیر میکشه، خودش به علت کهولت سن از دنیا میره و ما میبینیم دیگه هیچ گزارشی از شاپور نیست. و یه خلعی داریم از دوره مرگ شاپور که همون به تخت نشینی مجدد قباد هست تا تقریبا اواخر سلطنت قباد هیچ اسمی از خاندان مهران نمیاد، تا به یک باره بعد از اینکه موفق میشه مزدکی‌ها رو سرکوب کنه یه شخصیتی به نام پیروز رهبری خاندان مهران رو به عهده میگیره. یعنی از شاپور تا پیروز که از به تخت نشینی مجدد قباد هست تا زمانی که سرکوب مزدکیان رخ میده ما شخصیتی رو نداریم که به عنوان رئیس خاندان مهران اسمش اومده باشه. اما اینجا میتونیم یک نفر رو به عنوان حدس در این بین بگذاریم، بین شاپور و پیروز. و اون چه کسی از همین سیاوش. ما دیگه این شخصیت بزرگی رو این وسط نداریم و فقط سیاوش رو داریم که انقدر آدم بزرگی هست و میتونیم اونجا بذاریمش. از طرفی گفتم که کاووس کجا هستش؟ در نواحی خاندان مهران هست، طرفداران زیادی هم داره. پس این خاندان مهران هستن که به احتمالاً گرایش پیدا کردن به اینها. و سیاوش رو در این بین میتونیم به عنوان بزرگ خاندان مهران در نظر بگیریم برای اینکه جای
جایگاه خودش رو ثابت کنه و بتونه در دوره بعدی، در دوره پادشاه بعدی که حالا فکر میکردن کاووس میشه و فرزند اول قباد هست، این خاندان دوباره در قدرت بمونه. کاووس هم به اینا گرایش پیدا کرده، تمام تلاششون رو دارن میکنن که کاووس بیاد به عنوان پادشاه انتخاب بشه و اینجا احتمالاً سیاوش بزرگ خاندان مهران هستش ما بین شاپور و پیروز، اما چون بعد دینی پیدا کرده یک مقدار در فرم شاهنامه از اون حالت خارج شده و به عنوان پیامبر اومده. اما میدونیم که سیاوش در اصل دین آور نیست و داره دینی که گندز در اصل پایه‌گذارش بوده رو ترویج میکنه. حالا یه دلیل دیگه هم ما داریم، ما میدونیم که در دوره اسلامی خرمدینان هستن که ظهور میکنن و بابک خرمدین رو داریم. این خرمدینان از نظر فکری نزدیکی زیادی دارن با هم مزدکی ها و میدونیم که در دوره این که سپهبدا در زمان خسرو انوشیروان تقسیم میشن، نواحی آذربایجان هم به دست همین خاندان مهران سپرده میشه، هم به علاوه اون نواحی شرقی تر تبرستان و گرگان و اینا. و بهرام چوبین رو داریم از بزرگان این خاندان هست که با خواهرش ازدواج میکنه و دوباره گرایشات مزدکی رو در این بین برای خاندان مهران میبینیم جدا از اون داستان خرمدینان. پس تمام اون نواحی رو میبینیم که در دست این خاندان مهران هست و ارتباط اینجا پیدا میکنه با همین سیاوش و خاندان مهران. این هم دوباره یه بخش دیگه از این تطبیقه. پس ما طبق این داستان ها میتونیم تقریبا تطبیق بدیم که سیاوشی که داره آقای پروکوپیوس گزارش میکنه و وقایعش کاملا مطابق است با اون مزدک که در شاهنامه اومده، اینا با هم یکی هستن و در شاهنامه احتمالاً مزدک یک مقداری اون وقایع رفته تو حالت دیناوری و اینهاش، هرچند در اون داستانی که میگه رئیس گنج و گنجور گشت و دستورگش اونا یه مقدار مقام نظامیش رو هم نشون میده. از طرفی اون پروکوپیوس داره سئوس رو یا همون سیاوش رو کسی میدونه که خیلی تاثیرگذار بوده در فرارش، فرار قباد از زندان، اما در شاهنامه زرمهر هستش که خیلی بولد میشه. شاید اومدن بعد از این داستان مزدک و مزدکی‌ها یک مقدار در شاهنامه نقش مزدک رو کم رنگ کردن تا تأثیر در اون فراره نداشته باشه، هرچند شاهنامه میگه که چند نفر دیگه جز زرمهر هم تأثیر دارن. و برای من جالب بود که چرا خیلی از بزرگانی که دارن تو این عرصه کار میکنن این تطبیق و این همه شباهت از چشمشون دور مونده و اصلا روش کار نکردن. افرادی مثل تورج دریایی، خداداد رضاخانی و خیلی افرادی که مقاله‌های زیادی در مورد مزدک منتشر کردن، حتی به این نتیجه رسیدن که مزدک رو تخیلی بدونن و خسرو انوشیروان و پدرش رو متهم کنن به داستان سرایی و دروغ گفتن، اما نرفتن خیلی ساده این داستان ها رو با هم تطبیق بدن و ببینن که شاید اصلا این دو نفر یکی هستن. و شاید در آینده دیدید که اصلا همین ویدیوی ما رو یکی مقاله کرد و رفت در سایت های علمی و مقالش هم منتشر شد. به هر حال این تطبیقی بود که گفتم با شما در میون بذارم و ببینید که داستان های شاهنامه داستان های دروغینی نیستن. هر مقاله ای رو که در سایت های علمی منتشر میشه خیلی راحت نپذیرید، حتی اگه طرف اسمش خیلی بزرگ باشه دلیلی نداره که اون بزرگی اسمش به بزرگی سواد هم مرتبط باشه. امیدوارم که از این قسمت هم لذت برده باشید و تا برنامه بعدی بدرود.